السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه همراه با کاروان نماز خوش آمدید. در این قسمت به اذن پروردگار کیفیت نماز عید را خواهیم آموخت. منظور از عید، عید فطر و عید قربان است و نماز این دو عید ارتباط خاصی با دو رکن از ارکان بزرگ اسلام، یعنی روزه و حج دارد. در روز عید مردم با گفتن تکبیر و تهلیل جمع می شوند و نماز عید می گذارند به شکرانه توفیقی که خداوند به آنها در انجام دادن انواع طاعات و عبادات عطا نموده است. وقت نماز عید زمانی است که خورشید به اندازه یک نیزه بالا آمده باشد یا به اندازه 15 دقیقه بعد از طلوع خورشید شروع می شود و تا قبل از زوال خورشید ادامه دارد که وقت زوال قبل از داخل شدن وقت نماز ظهر است. و وقت نماز عید همانند وقت نماز ظهاست. در مورد نماز عید فطر سنت است کمی دیرتر از نماز عید قربان خوانده شود تا مردم فرصت بیشتری برای دادن زکات فطر داشته باشند. اما در نماز عید قربان سنت است که نماز عید زودتر خوانده شود تا مردم وقت بیشتری برای قربانی نمودن داشته باشند. سنت است نماز عید در مصلای عید در خارج از شهر یا روستا خوانده شود. طبق حدیث صحیح ابی سعید خدری رضی الله عنه که روایت می کند، پیامبر روز عید فطر و عید قربان به عیدگاه می رفت و اولین کاری که انجام می داد برگزاری نماز بود. اما اگر عیدگاه و مصلای عید وجود نداشت یا به هر دلیلی مانند بارندگی، ترس، مریضی و غیره نتوانستید به عیدگاه بروید، می توانید در مسجد نماز عید را برگزار نمایید. نماز عید دو رکعت است که بدون گفتن اذان و اقامه و قبل از خطبه خوانده می شود و امام نماز را با تکبیرت الاحرام شروع می نماید، سپس 7 تکبیر می گوید و در هر تکبیر دست ها را بالا می برد و مردم هم تکبیر می گویند، البته به صورت آهسته، و می توان در بین هر تکبیر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر گفت و یا می توان سکوت کرد. بعد از پایان تکبیرها شروع به خواندن سوره فاتحه می کنیم و سنت است که در رکعت اول بعد از سوره فاتحه سوره اعلا خوانده شود. در رکعت دوم قبل از خواندن فاتحه 5 تکبیر بگوید، سپس سوره حمد را بخواند و بعد از خواندن حمد سنت است سوره غاشیه خوانده شود. هنگامی که امام نماز عید را به پایان رساند، برای نمازگزاران 2 خطبه ایراد نماید و ضمن حمد خداوند تعالی در خطبه های عید تکبیر زیاد بگوید و سکوت نمودن در موقع خطبه ضروری است به دلیل شنیدن ذکر و حضور ملائکه و نکات مهمی که در خطبه وجود دارد که موجب بیداری و آگاهی می گردد. در موقع عید آدابی وجود دارد که شایسته است یک مسلمان به آن پایبند باشد. از جمله زیاد ذکر خدا نمودن و تکبیر گفتن، غسل عید نمودن، پوشیدن بهترین لباس و استفاده از بوی خوش است. البته خانم‌های محترم تلاش نمایند با حفظ دستورات شرع مبین اسلام و عدم آرایش و غیره در عیدگاه حاضر شوند و سنت است
سود رفتن به عیدگاه و یا مسجد جهت ادای نماز عید و سنت است در عید فطر چیزی تناول نماید و عیدگاه برود، اما در عید قربان بدون تناول چیزی در مسجد و یا عیدگاه حضور پیدا کند و سنت است که در موقع رفتن به نماز عید از راهی و در بازگشت از راه دیگر برگردد و مدام در حال ذکر باشد تا همه راه‌ها بر ذاکر بودن وی شاهد باشند. و همچنین سنت است تبریک و تهنیت گفتن به یک دیگر. و صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی روز عید یک دیگر را ملاقات می نمودن می گفتن تقبل الله منا و منکم، خداوند از ما و از شما قبول بفرماید. بعضی از مردم در ایام عید دچار خطاها و اشتباهاتی می شوند که شایسته است از آن پرهیز کنند. از بارزترین این خطاها نرفتن زنان و کودکان به نماز عید است، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مردان و زنان و کودکان امر به رفتن نماز عید فرمودند. خطای دوم، ترک نمودن الله اکبر گفتن با صدای بلند در هنگام رفتن به نماز عید است، در حالی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در راه رفتن به مسجد با صدای بلند تکبیر می گفتن و از همه کوچه های مدینه صدای تکبیر شنیده می شد و همینطور ادامه می دادن تا زمانی که امام به نماز وارد می شد، به دلیل قول خداوند عزوجل که می فرماید و خدا را بر این که شما را هدایت کرده بزرگ بشمارید، باشد که شکر گذاری کنید. و صحیح ترین صیغه تکبیر عید این گونه است: الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. سومین خطا در روز عید خواندن نماز سنت قبل از نماز عید و بعد از نماز عید می باشد که این مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. خطای چهارم، گفتن اذان یا اقامه یا گفتن الصلاة جامعه در هنگام شروع نماز عید است. ابن قیم رحمت الله علیه می فرماید زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مصلای نماز عید می رسید فورا نماز را شروع می نمود و جمله الصلاة جامعه را نمی گفت و بهتر است کاری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام نداده را انجام ندهیم. اینها مهمترین احکام نماز عید بودند. عید بر شما مبارک باد، در پناه الله باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.